سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. شماری از منابع میگویند که ایران 1000 موشک بالیستیک را آماده حمله بر اسرائیل کرده است. از سوی هم از کابل خبر می رسد که گلبدین حکمتیار خانه اش را ترک کرده است. چرت چه سانسور و چرت چه اختناق و چرت چه دخل کو پخلو باندی پلستر واش. در همین حال زلمه خلیلزاد از آمریکا درخواست کرده است تا با مولوی سراج الدین حقانی، مولوی یعقوب مجاهد و ملا برادر همکاری کرده و با نگاه مثبت نگاه کند. از سوی هم از پاکستان خبر می رسد که 10 پلیس این کشور کشته شده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. روزنامه نیویورک تایمز در گزارش به نقل از منابع ایرانی میگوید که اگر اسرائیل به سایت‌های نفتی یا تأسیسات هسته‌ای ایران حمله کند و یا اینکه مقام‌های حکومت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار دهد، با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی از جمله پرتاب 1000 موشک بالستیک روبرو خواهد شد. در این گزارش افزوده است که حکومت ایران در عین پرهیز از جنگ با اسرائیل آماده پاسخگویی به حمله احتمالی این کشور است و آیت الله علی خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به نیروهای مسلحش دستور داده است تا برنامه‌های متعدد را برای پاسخ به حمله تلافی جویانه اسرائیل آماده کنند. ما شک نداریم ان وعد الله حق، وعده الهی حق. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های جمهوری اسلامی تصمیم دارند که اگر اسرائیل فقط تعداد محدودی از سایت‌های نظامی و انبارهای تسلیحاتی را هدف قرار دهد، پاسخ به این حملات ندهند. اما اگر حمله اسرائیل گسترده باشد، آنها هم پاسخ گسترده خواهند داد و حتی شریان‌های انرژی منطقه را مسدود خواهند نمود. همزمان با این، اردوی اسرائیل روز جمعه 25 اکتبر اعلان کرده است که 5 سرباز این کشور در جریان درگیری در جنوب لبنان کشته شده و 4 تن دیگر آنان زخم برداشته است. بر بنیاد آمار اسرائیل، 762 سرباز اسرائیلی از 7 اکتبر سال گذشته تا کنون کشته شده است. از سوی هم شماری از منابع مدعیند که گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی به دلیل عدم احساس امنیت از وزیر اکبرخان به خانه سابق گل آقا شیرزای در شیرپور کابل نقل مکان کرده است. این منبع افزوده است که حکمتیار به دلیل نگرانی های امنیتی 2 ماه پیش به خانه متعلق به گل آقا شیرزای والی پیشین ننگرهار در شیرپور رفته است. یک منبع دیگر افزوده است که نشریه شهادت، تلویزیون بریا و سایر فعالیت‌های تبلیغاتی حزب اسلامی تا کنون متوقف است و حکمتیار تنها می‌تواند با اعضای حزب و حامیان خود ملاقات کند. حاضرگوی مرگ تمالا تالا دزوندون نمور کرد. مرنه دید. گفتنی است که مقامات حکومت در کابل و آقای حکمتیار تا کنون این موضوع را رد و یا تایید نکردند. مقامات حکومتی میگویند که امنیت 100% تامین است و هیچ مشکلی برای هیچ کس وجود ندارد. آنان میگویند که شماری از افراد و رسانه ها پروپاگاند میکنند. در هیواد گنشمیر مستعد زبانان
د خپل بیلابیل تبلیغاتي چینلونو د لارې څخه د خپل پروپاګندو د لارې څخه متاسفانه زموږ ځوانان دې ته تشویقی. در همین حال زلمه خلیلزاد نماینده سابق آمریکا برای صلح افغانستان در تازه‌ترین موضع‌گیریش از آمریکا خواهان برخورد خوب با مولوی سراج الدین حقانی، مولوی یعقوب مجاهد و ملا برادر شده است. آقای خلیلزاد این افراد را طالبان میانه رو خوانده و افزوده است که آمریکا باید با اینها برخورد خوب داشته و مایل به انتقام گیری نباشد. مثلا باشند مثلا دستور عطا خلیلی چرا نمیرن پس با خطاواخ گفتن که عفو عمومی است باز کلانایی که در روج استن بودن نکشتن. آقای خلیلزاد این گفته ها را روز پنجشنبه 24 اکتبر و پس از مصاحبه سراج الدین حقانی با روزنامه نیویورک تایمز مطرح کرده است. همچنین منابع محلی در هلمند میگویند که یک شرکت داروسازی انسانی به ارزش 30 میلیون افغانی در مرکز این ولایت ساخته شده است. منابع روز جمعه 25 اکتبر گفتند که این شرکت در شهر لشکرگاه مرکز هلمند آغاز به فعالیت کرده است. به گفته منابع با فعالیت این شرکت برای بیش از 200 تن زمینه کار به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این شرکت فراهم خواهد شد. همزمان با این حکومت امارات اسلامی اعلان کرده است که چین از ماه دسامبر سال روان کالاهای صادراتی افغانستان را از مالیات معاف می‌کند. سفیر چین روز گذشته 3 عقرب به مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان گفته است که سطح صادرات افغانستان به چین در سال جاری 11.5% بود و امید است که در سال آینده به 25% افزایش یابد. و نقل از خبرنامه ارگ سفیر چین اضافه کرده است که تلاش ها برای فعال ساختن دهلیز واخان نیز جریان دارد. همچنین رسانه های قزاقستان گزارش دادند که این کشور قصد صادرات موتر به افغانستان را دارد. آذر نیوز به نقل از معاون نخست وزیر قزاقستان گزارش داده که افغانستان درباره انجام این کار درخواست برگزاری نشست های دو جانبه را داده است. بر اساس این گزارش انتظار می رود که نخستین کاروان موترهای قزاقستانی در سال آینده وارد افغانستان شوند. در همین حال مقام های آمریکایی می گویند که دست کم 3000 نظامی کوریای شمالی طی ماه جاری میلادی وارد روسیه شدند. با گفته آستین ایالات متحده شواهد از استقرار نیروهای کوریای شمالی در روسیه را مشاهده کرده است. دوستان عزیز با پایان برنامه کنونی رسیدیم. از شما هم سپاسگزارم که تا این دم با ما همراه بودید. تا سلام دیگر، الله نگهدار.